جشنواره بین‌المللی فیلم کن به ساعات پایانی خود و لحظه حساس اعلام نام برندگان بخش مسابقه نزدیک شده است. خبرنگار یورو نیوز نظر تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی را درباره برنده جایزه نخل طلایی امسال این جشنواره جویا شده است. یک خبرنگار فرانسوی حاضر در محل جشنواره می‌گوید احتمالاً یکی از دو فیلم زندگی عادل یا باطن لوین دیویس برنده جایزه نخل طلایی خواهد بود. دیگر خبرنگار هموطنش معتقد است که نخل طلایی را یکی از سه کارگردان مشهور یعنی جیمز گری یا رومن پولانسکی و یا برادران کوئن خواهند برد. دو فیلم برتر خبرنگار اسپانیایی زندگی عادل و باطن لوین دیویس بودند. به نظر او این دو فیلم طرفداران زیادی داشتند. Todo lo contrario a lo que decimos los periodistas, así que a ver qué decide Steven Spielberg. I think blue is the warmest color is the film. به نظر خبرنگار بریتانیایی فیلم زندگی عادل تمام معیارهای لازم را دارد. او در ادامه میگوید یادتان باشد که استیون اسپیلبرگ رئیس هیئت داوران با توجه به سابقه فیلمسازیش مدافع فیلم هایی است که خیلی خطرناک و یا پیشرو نباشند. خبرنگار ایتالیایی فیلم زندگی عادل را یک فیلم فوق العاده میداند که با ظرافت بسیار زیادی یک داستان عاشقانه را میان دو دختر جوان به تصویر کشیده است. خبرنگار روسیه نیز شانس فیلم زندگی عادل را برای کسب نخل طلایی بیش از دیگر فیلم ها می داند. It's everybody's favorite. و خبرنگار اسرائیلی میگوید فیلم زندگی عادل مورد توافق همگان است و من طی چند سال گذشته چنین اجماعی را در مورد یک فیلم میان همگان ندیدم. امشب برنده جایزه نخل طلایی بخش مسابقه جشنواره کن اعلام خواهد شد.